من دکتر سهیلا ترابی هستم از کالیفرنیا. خواستم یه پیغام کوتاه راجع به کرونا ویروس بذارم که الان صحبت روز دنیا شده. خواهر من ستاره جون و همسرشون بابک جون در ایران پزشک هستن و هر دوشون همچنان به بیمارستان میرن و به همراه بقیه کادر پزشکی فداکاری میکنن که واقعا ازشون متشکریم. در مورد این ویروس بعد از بقیه کارهای پیشگیری که هممون میدونیم، یه نکته هستش که نمیدونم چرا راجبش صحبت نمیشه و اونم این که این ویروس در حرارت بالای 40 و ماکسیموم 55 غیر فعال میشه و حتی از بین میره و باید از این مسئله استفاده کرد. و چیزی که من به این نتیجه رسیدم اینه که بهترین راه اینه که بخور داد با آب ساده، لازم نیستی چی بهش اضافه کرد، آب ساده. هر روز که به منزل میایم همه افراد خانواده، بعد از این که خب لباس رو عوض میکنیم، روی شوفاژ میذاریم و دست و صورت رو با آب و صابون میشوریم که تا اینجا رو که خب میدونیم همه باید همه افراد خانواده هر روز، نه اینکه صبر کنیم که علائم ظاهر بشه، خیلی نکته مهمه و یه کاش که در همه رسانه‌های عمومی اینقدر راجع به این همه جا دارن صحبت میکنن، کاش این نکته کوچیک و بسیار مهم رو میگفتن و اینقدر دیگه ما همه از پای در نمی اومدیم. بخور دادن با آب ساده و دستور عملش هم اینه: 10 تا نفس عمیق از راه بینی، 10 تا نفس عمیق از راه دهان، چند ثانیه داخل ریه نفس رو حبس کنین. تمام مجاری تنفسی ضد عفونی خواهد شد. اینو هر روز باید انجام بدین، چون ویروس در سطح مخاط میمونه تا چند ساعت. درجه بخار آب بالای 100 درجه است. در نتیجه این ویروس تا حد اکثر 55 درجه غیر فعال میشه. اگر اینو هر روز انجام ندین و داخل مخاط بره دیگه مؤثر نخواهد بود. بنابراین صبر نکنین که علائم داشته باشین. هر روز انجام بدین و همه افراد خانواده بعد انجام بدن. چون اگه یه نفر انجام نده به بقیه افراد خانواده منتقل خواهند کرد بدون اینکه هیچ علائمی داشته باشن. بنابراین صبر نکنین که علائم داشته باشین. بنابراین اگر تمام افراد دنیا این چیز ساده را انجام میدادن اصلا این مسئله انقدر جدی نمیشد. پس خواهش میکنم این پیغام ساده رو به عزیزانتون بگین. به امید روزای شاد. متشکرم.